خسته نباشه اینا چاشنه همه به هم معمولا جلسات آخر هم خوبی های خدا می داشته باشن ضررها ضرر اولش هم این است که ما بین نان و بین شنونده ها قرار می دیم اما خوبیش در انعطاف زمانش است ما امیدوار هستم که حوصله مندی همون رقم که ما در دو روز گذشته نشان دادین یک بار دیگر لطف بکنین و بر صحبت ها و بحثی که تا یک نیم ساعت دیگر می داشته باشیم با ما بمانین و نقطه دوم که من باید یک تصفیه حساب بکنم قرار بود ما ساعت 11 شروع کنیم مال 11:45 است شما لطفا نرمونتون نان میتین فرمانشان هم بتین که ما چی رقم پیش بریم چی رقم اما برنامه چی کنه است که او را هم بدانم 45 دقیقه دیگر به این مفهوم که یک ذره زمان ما پیش از پیش خورده شده دیگر پیش از نان چاشت به خاطر از اینکه زمان کم داریم اگر موافق باشن پدنسای محترم ما معرفی همه بزرگوارا اینجا در اون بخشی که با شما شریک ساخته شده وجود دارد ما از اون مگذرم و مستقیم به بحث ما میاییم اما جلسه هم رقم میترا جان گفتن دو بخش داره بخش اولش ما یک صحبت میداشته باشیم با بخش جمعبندیش که دکتر صاحب شهربانو باز تشریف میارن و صحبت های خودم میداشته باشن از درقل هم که تاریخ افغانستان یک پیام بر نسل نو داره که ابلوی صفیه داره بسار بهشان متوجه باشین اگر موافق باشین به لحاظ سینی دکتر احمدی را بگویم که آغاز بکنن باز بدن بسم الله الرحمن الرحیم نیمروز همه بخیر شاش توز من نیمروز اضافه کردم که اصطلاحات کم کم زنده شد به جای ظهر و عصر هم سال زالی خب با عرض سلام و ادب خدمت همه بازار محترم دانشمندان گرامی موضوع صحبت این جانب مشروعیت جدایی از جنگ در افغانستان قبل از اینکه این مطلب را توضیح بدم یک مقدمه را عرض می‌کنم و مقدمه ای است که معمولا گفته میشه که جنگ افغانستان بعد خارجی و بین المللی دارد یک نکته دوم گفته میشه که جنگ افغانستان اساسا ماهیت سیاسی دارد ماهیت دینی و مذهبی ندارد این دو تحلیل در حقیقت ما را نزدیک به 18-20 سال سرگردان کرده چون ما را از درک واقعیت دور ساخته درسته ممکنه جنگ افغانستان بعد بین المللی منطقه‌ای داشته باشه بعد استخباراتی داشته باشه بعد اساسا سیاسی داشته باشه اما ابزار توجیه جنگ چیست در میان مردم افغانستان چی چیز باعث میشه که جنگجویان یا گروه‌های در افغانستان می‌جنگند برای خود نیروی جذب بکنند جنگ توجیه بکنند تا سرحدی به کال خودشان شهادت و افتخار بجنگند بزرگترین ارتش جهان در افغانستان زمینگیر بکنند چی چیز باعث شده که جنگجویانی در افغانستان می جنگن از این موفقیت بزرگ برخوردار شود ابزاری در اصلی جنگ در حقیقت توجیه دینی و مذهبی است اگر ما توجیه دینی و مذهبی را از جنگ در جامعه افغانستان ازش بگیریم در جنگ روایت ها ما مسلط باشیم در اون صورت ما موفق میشیم فعلا در جنگ روایت ها خصوصا روایت مذهبی و دینی در افغانستان وجود داره جنگجویان مخالف هستند که دست بالا را دارند و برای اساس هست که جنگ در افغانستان توجیه میکنند جهان را و سیاست های جهانی و منطقه‌ای را کلا زمینگیر ساخته با ابزاری در دست داره خب من منکر از تحلیل های سیاسی نیستم چون در حقیقت در دست من داده های مهمی پشت پرده وجود نداره که من این کار کنم یا قضاوت کنم اما چیزی که فعلا محسوس هست پدیدار هست و عنوان یک امر پدیداری این هست که جنگ در افغانستان در جامعه مذهبی و دینی افغانستان بر پایه دین و مذهب توجیه میشه و یک جنگ روایتی است روایت هست که میجنگه باید روایت دیگر این منظر صحبت من بیشتر از این زاویه است برای این اساس من فکر میکنم که یکی از راههای اساسی استقرار صلح در افغانستان این هست که ما بتوانیم در جنگ روایت ها روایت را مسلط و غالب بسازیم که بر مبنای اون روایت جنگ در افغانستان مشروعیت مذهبی و دینی خود را از دست بده و در میان عامه مردم دیگه کس نکنه که شهید میشه اگر جنگ کرد شهید میشه اگر سرباز افغانستان را کشت غازی میشه این برداشت و تصور رو باید از بین ببریم و این رو باید نقطه اساسی پالیسی های خود قرار بدیم پالیسی فرهنگی سیاسی هر نوع پالیسی در افغانستان وجود دارد و در سطح منطقه وجود دارد باید نقطه اساسیش این هدف باشه تا ما بتوانیم از جنگ در افغانستان مشروعیت جدایی بکنیم
این مقدمه بود که اسونم. البته این پالیسی و هدف کم و بیش مورد توجه بوده. مثلا کنفرانس های از علمای مذهبی چی در داخل افغانستان و چی در خارج افغانستان زیاد تشکیل شده و می هدف بوده که از جنگ در افغانستان به یک نوعی به لحاظ مذهبی و دینی مشروعیت زدایی شود. ولی یک مشکل اساسی داشته این کنفرانس ها. مشکل اساسی کنفرانس ها این است که باز هم در حقیقت یک مشکل گفتمانی داره. مشکل گفتمانی کنفرانس ها این است که اینا کوشش میکنن بر مبنای اجتهاد آزاد از اسلام جنگ افغانستان و مشروعیت زدایی بکنن. یعنی همیشه استناد میکنن با آیات قرآن و احادیث. این رویه و این راه برد موفق نیست. چرا؟ بخاطر بحثی که فرمان در پنل قبلی هم کم و بیش اشاره میشد. و این است که برداشت آزاد از اسلام مبتنی است بر این که شما اجتهاد را فردی و شخصی مورد قبول قرار بدید. یعنی اجتهاد آزاد از اسلام، یعنی اجتهاد شخصی و فردی از اسلام را قبول بکنید. بر اون مبنا میتوانید ما باید قرآن استناد بکنم، دایش هم استناد بکنم، القاعده هم استناد بکنم. و وقت همه ما در یک سویه قرار داریم. یعنی روایت من از اسلام با روایت داعش از اسلام با روایت القاعده از اسلام کدام برتری ندارد. همه ما در یک سویه هستیم. ما هم میگه که من اجتهاد آزاد بر اساس اجتهاد آزاد از اسلام میگم که شما همه کافر هستید، واجب القتل و محدود الدم هستید. ما باید با شما بجنگیم. چرا؟ چون در قرآن آمده این الحکم الا لله. و باز در قرآن آمده کسی که احکام خداوند را تطبیق نمیکنه و اولئک هم الکافرون و اولئک هم الفاسقون و اولئک هم المنافقون و امثال ذلك. خب پس شما منافق هستید، کافر هستید، فاسق هستید. ما با شما میجنگیم. جامعه اساسا کافر هست. چیزی که سید قطب در وجود آورد، سید مرحوم سید قطب در واقع کتابی نوشت به نام معالم فی الطریق، نشانه بر فراز راه. در اون کتاب نوشت که جوامع فعلی کافره. چرا؟ چون احکام اسلام عامل نیستن. این ادبیات تکفیری آهسته آهسته نشو و نما پیدا کرد و به یک فرهنگ مسلط در میان گروه های اسلامگرا تبدیل شد. اسلام سنتی رو به حاشیه راند. اسلام سنتی بر پایه مذاهب استوار بود، این رو به حاشیه راند. اسلام از نوع انقلابی یا اسلام از نوع جهادی نه جایگزین اسلام سنتی مذاهب خواهد. ولی نظام مشروعیت جنگ را در جامعه اسلامی تا حدودی از سلطه و اقتدار معنوی مراجع سنتی مذهب و اسلام بیرون آورد. ما وقتی که کنفرانس هایی را تشکیل میدیم در اون کنفرانس ها کوشش میکنیم برمای آیات قرآن و حادث پیغمبر جنگ را ممنوع اعلام بکنیم، حرام اعلام بکنیم. دقیقا از گفتمانی پیروی میکنیم که القاعده و داعش رو طلب میکنه، میخواهد. برای اینکه این گفتمان تغییر بکنه پیشنهاد ما بارها این بوده که ما نباید به اسلام استناد بکنیم، ما باید به مذهب استناد بکنیم. مذهبی که در جامعه اسلامی واقعیت داره، ولی ما میشناسیم اتوریته داره، اقتدار داره و مذهب باید استناد بکنیم. ببینیم مذهب حنفی چی میگه، کلام اشعری چی میگه، کلام ماتوریدی چی میگه. اینایی که در جامعه اسلامی از اقتدار و اتوریته برخوردارند، از مرجعیت برخوردارند. مثلا عقبه اجتماعی فرهنگی طالبان در افغانستان مذهب حنفی است. اگر طالبان یک روز بیاید که بگه ما حنفی نیستیم، همون روز مارش مشروعیت بوده در میان توده های مردم از دست داده. خب ما باید از موضع مذهب وارد شویم. از موضع مذهب و مراجع سنتی اسلام که وارد شویم، می توانیم در گفتمان جنگ روایت ها دست بالا را پیدا کنید. لذا من در چندین مقاله و نوشته و سخنرانی به این نکته در واقع تمرکز کردم. بنابراین اساس را که ما باید انتخاب بکنیم مذهب باشه، مذاهب سنتی اسلام باشه. مذهب حنفی، مذهب شافعی، مذهب مالکی، مذهب حنبلی. اینا باید مبنای استناد به استدلال ما قرار بگیره که اینها راجع به جنگ چی میگه، جنگ را در تحت چه شرایطی جایز میدانه و تحت چه شرایطی جایز نمیدانه. نظام مبنای استدلال ما هم مذهب است. با توجه به این نکته که عرض کردم، اساساً باید دید بر مبنای مذهب در چه حالت جنگ از نگاه دینی روا دانسته میشه. بر مبنای مذهب ما در دو حالت میتوانیم جنگ کنیم، یعنی در جنگی که در درون یک کشور اسلامی جنگ پیدا میکنه در دو حالت مجاز هست. حالت اول این است که پادشاه کافر شد. این اصطلاحات قدیم و سنتی است. زمان قدیم رژیمور نبود، نمیدونم امیر اجرا نبود، اصطلاحی که الان ما جدید داریم نبود، معمولا میگفتن سلطان. سلطان کافر شد. اگر سلطان و قول اصطلاحی در کتاب های فقهی هست، کفر آشکار ببرده، کفر آشکار. این باعث میشه که مسلمانان او را از طریقه قدرت بالا به جنگ شده هم از طریقه قدرت پایین بیارن. تا زمانی که پادشاه کافر نشده باشه، اونم کفر سریع. تا اون زمان علیه حکومت مستقر
از نگاه مذاهب اسلامی جنگ روا نیست. جنگ روا نیست. ولی این پادشاه فاسق باشه. 100% مرتکب گناهان کبیره شود. 24 ساعت شراب بخوره. و تمامی به اصلاح فسق و فجور رو مرتکب شد و علی کافر نباشه، جنگ علیه او روا نیست، علیه حکومت مستقر روا نیست. علتش چیه؟ چرا علیه حکومت مستقر جنگ روا نیست؟ علتش این است که استدلالی که میکنن فقهای مسلمان خصوصا مذاهب این هست که باعث فساد بزرگتر میشه. فساد بزرگتر رو برمیاره. فساد بزرگتر چی هست؟ این هست که نظم از بین میره، نظم اجتماعی از هم میپاشه، قتل و کشتار بیشتر میشه، خونریزی های بیشتر صورت میگیره، در نتیجه گناهانی بیشتر در حقیقت با وجود میکوچه، قتل و کشت و کشتار و از بین بردن مال مردم و امنیت مردم و آسایش مردم هست. چون مال مردم، آسایش مردم، ارض مردم، آبروی مردم از نگاه اسلامی میگن که بزرگترین وظیفه است. یعنی بزرگترین حرام که در اسلام وجود داره بعد از شرک به خدا قتل نفس است، از بین بردن مال مردم و ارض و آبروی مردم است. این چون خیلی مهمه، به خاطر اهمیت این مسائل گفتن که جنگ علیه پادشاه ظالم و ستمگر، علیه حکومت فاسد جنگ جایز نیست. ما نباید راه جنگ در پیش بگیریم. اگر خواسته باشیم همین مطلب را که در کتاب‌های سنتی بیان شده و بیان امروزی ترجمه بکنیم، برگردانیم یک روایت جدید از این دیدگاه را بدیم، معنایش این میشه که کاربرد زور و خشونت در امر سیاست جایز نیست. یعنی شما به منظور اصلاح قدرت سیاسی و سیاست نباید از خشونت و زور استفاده بکنید. اما این مخالف با دعوت نیست، مخالف با امر به معروف و نهی از منکر که بیشتر جنبه زبانی پیدا میکنه نیست. لذا در روایت آمده است پیامبر اسلام که رو هم فقهای مذاهب قبول دارن، افضل و جهادین کلمت و حق عند سلطان جاهل. یعنی بهترین جهاد این است که شخص حرف از حق بزنن در نزد سلطان جاهل ستمگر. این اسلام تشویق کرده، این فقهای مذاهب تشویق کرده، میشه مبارزه زبانی کرد، اما مبارزه خشونت آمیز و قهرآمیز حرام است در سرزمین مسلمانان، در نظم مستقری که وجود داره حرام است، چون موجب فساد بزرگتر میشه. البته روایات هم استدلال میکنن که روایاتش خیلی اساسی و بنیادی نیست، حقیقت استدلال نمی هست، استدلال حقیقی است. در واقع اگر ما خواسته باشیم به روایت امروزی برگردانی، معنیش این میشه که کاربرد زور و خشونت در امر سیاست جایز نیست. تنها مبارزه مسالمت آمیز مدنی و آرام میتونه از نگاه دینی جایز باشه، اما مبارزه قهرآمیز و خشن جایز نیست. این یک مطلب اساسی است. خب این یک مبنا برای توجیه جنگ که پادشاه کافر باشه، حکومت کافر باشه، در رأس اساسا کافر باشه. یک مبنا، مبنای دوم برای جنگ اشغال هست. یعنی یک کشور اسلامی تحت اشغال یک قدرت خارجی بیگانه و غیر اسلامی البته در آمده باشه. مسلمانان، سرزمین مسلمانان تحت تسلط کفار قرار گرفته باشه، این مبنای دوم برای جنگ است. خب اینا رو باید دید که از نگاه گروه‌های در افغانستان می‌جنگه کدام یک از این دو حالت هست. آیا در افغانستان نظام و پادشاه کافر است و یا اینکه نه، در افغانستان، افغانستان یک کشور اشغال شده است. گروه‌های شبیه مثل القاعده و داعش و حتی طالبان البته در ادبیات عامیانه خودش با مردم صحبت می‌کنه، در قریه‌ها و دهات از ادبیات اول هم استفاده می‌کنه که می‌گه اساساً پادشاه کافر و حکومت کافر، همه‌شون کافر است. نمی‌بینی که در شهرها چه خبر است؟ به حجابی هست، نمی‌دانم مظاهر اسلامی رعایت نمی‌شه. همین چیزا رو برای مردم عام افغانستان تبلیغ می‌کنه، میگه که اینا کلاً کافر شدن. هم از ادبیات تکفیری استفاده می‌کنه در تبلیغات عامیانه و هم از ادبیات دوگم، یعنی اینکه افغانستان یک کشور تحت اشغال هست، تحت اشغال قوای خارجی در آمده، افغانستان از اون حاکمیت نداره. این را در صورت عام تبدیل میکنه، اما به صورت خاص، به صورت رسمی از ادبیات اول استفاده نمیکنه که افغانستان کافره، پادشاه کافره، نظام کافر، از استفاده نمیکنه. با خاطر اینکه در ادبیات رسمی میفهمه که بر مبنای مذهب حنفی قابل استناد نیست، میفهمه که پادشاه کافر نیست، پادشاه نماز میخونه، اهل نماز هست، مسجد میره، کلمه میخونه، مظاهر اسلامی رعایت میکنه و در واقع خب قوانین هم تا میزان زیاد اسلامی هست، این را مورد استناد قرار نمیده. میره جدن تحقیق کردن در ادبیات رسمی، خب بالکل به تکفیر حکومت اشاره نمیکنه. این برخواسته از همون دیدگاه مذهب حنفی است. لذا از ادبیات دوم استفاده میکنه. ادبیات دوم یعنی این که افغانستان یک کشور تحت اشغال هست، اشغال شده است، کفار در اینجا مسلط، افغانستان از خود حاکمیت نداره. پس ما چه هستیم؟
یعنی همه ما شما که اینجا نشستیم حکومت افغانستان چیز اینا عجیب، یعنی اصل حاکمیت از کفار هست، اینا همه برای کفار مقابل قبال پول مقام موقعیت خدمت میکنن، عجیب کفار هستن. پس ما در قدم نخست با عجیب کفار میجنگیم چون اینا رو در روی ما هست، در قدم دوم با خود کفار میجنگیم. پس ما برای اعاده حاکمیت اسلام و افغانستان در افغانستان میجنگیم، عجیب رو اول میکشیم و بعد به خود ارباب میرسیم که ارباب به اصطلاح قدرت خارجی است و میخوایم از افغانستان خارج بکنیم. مؤثرترین بیانی که طالبان در توجیه جنگ افغانستان داره یعنی این بیان سیمه هست کرده خاصی و خلاصش نمی هست. اینا رو باید دید. بحث اول عمدتا بحث مذهبی است، بحث دوم بحث حقوقی است. بحث مذهبی مو سیمه هست کردم که از نگاه مذهبی اگر پادشاه کافر باشه یا کشور تحت اشغال باشه بله جهاد جایز است، اما این که آیا افغانستان تحت اشغال هست یا نیست کی تعیین میکنه که افغانستان تحت اشغال هست یا نیست؟ رئیس جمهور ما، قوای مسلح ما، نیروهای امنیتی ما اجیران یا نه نیروی ملی افغانستان هست؟ اینه که تعیین میکنه. فکر میکنم بس دوم بیشتر بس حقوقی است، بس مذهبی نیست. اما متاسفانه نیروهای مخالف بس حقوقی را چندان قبول ندارد، یعنی بر معیار حقوق بین الملل باید بحث شود. آیا افغانستان از خود حاکمیت داره یا نه؟ حاکمیت دارد؟ قانون اساسی دارد یا نه؟ دارای حاکمیت محسوب میشه بلا از حقوقی یا فاقد حاکمیت محسوب میشه بلا از حقوقی؟ این رو جماعت بکر شبیز پنتا بهتر از ماها میدانند چون در داخل نظام و در درون نظام بوده. من ادعای من است که بلحاظ حقوقی افغانستان از خود حاکمیت دارد، چون ما قانون اساسی داریم، اردو داریم، تمامی عناصر حاکمیت اینجا وجود دارد. برای اساس بود که پیمان امنیتی امضا شده، پیمان یک از به اصطلاح اهمیت پیمان امنیتی که امضا شد همین بود که حضور نیروهای خارجی در افغانستان در چارچوب قوانین ملی افغانستان سامان داده شود، یعنی حاکمیت افغانستان به تمام معنا به لحاظ حقوقی اعاده شود. این هست، ولی خواهی که مغالطه وجود داره، اون مغالطه این است که خب طبیعتاً وابستگی نظامی و اقتصادی به دنبال خود نفوذ سیاسی را هم دارد، یعنی کشورهای اسلامی علی الاغلب وابستگی های اقتصادی، نظامی و امنیتی با قدرت های جهانی دارد و این وابستگی های اقتصادی و امنیتی و نظامی و قدرت های خارجی خان آقا همراه خود نفوذ سیاسی هم دارد. آیا می توانیم پیمان های اقتصادی و سیاسی و امثال ذلک را و نفوذ سیاسی را نشانه حاکمیت بیگانه به شما بیاوریم؟ اگر این ملاک استدلال ما باشه، بنابراین اول باید از عربستان سعودی شروع کنیم، بعد پاکستان، همین آهسته آهسته اول ام القرای اسلام را از اشغال بیگانگان خارج بکنیم، بعد هم کشور بزرگ اسلامی پاکستان را از اشغال بیگانگان خارج بکنیم، آخر سر نوبت به افغانستان کوهستانی میرسن. خب اگر او مبنای استدلال باشه، او نفوذ مبنای بلاز حقوقی اشغال محسوب نمیشه، اشغال بلاز حقوقی. بنابراین یک چیزایی که در حقیقت من همینجا از مخصوصا از روزنامه‌نگاران محترم از کسانی که به رسانه‌های اظهار نظر می‌کنم باید متوجه این باریکی باشن. ما خود ما خیلی وقتا اصلا کار طالبان را دسته می‌کنیم، از ادبیات استفاده می‌کنیم در انتقاد از حکومت، از نظام فرق برای ما مهم نیست، شخصیت حقوقی نظام مهمه. از شخصیت حقوقی نظام گاهی وقتا ما به ادبیات استفاده می‌کنیم، گاهی ما همه مزدوری می‌بانند، اجیری می‌بانند. این به معنای مشروعیت دادن جنگ در افغانستان می باشد. خب خلاصه بکنم ادعای من این است که اگر ما دقیقاً روی این نکته کار بکنیم که افغانستان یک کشور اشغال شده نیست و تکفیر ادبیات مذاهب نیست، تکفیر ادبیات سلفی، ادبیات گروه های افرادی، ادبیات کسانی است که اونها مذاهب را قبول ندارند، اجتهاد را امر شخصی تلقی می کنند، ادبیات اونهاست. اگر از این سرمایه ها و منابع فرهنگی و اجتماعی اسلام استفاده بکنیم، به راحتی مبنای مشروعیت جنگ را در افغانستان می توانیم از بین ببریم. این ادعای من در فکر کنم. میان همگی و مو دلیل از استاد بختیاری جدا تقاضا دارم که ما در نظر داشته و حوصله زمانی که داریم اگر بزرگوارانه کوتاه صحبت بکنن تا از یک فرصت برای گفت و شنیدن کردن استاد بزرگوار میزن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. موضوعی که من در قرار که در خدمت عزیزان باشم
تا حد زیادی با موضوعی که جناب پروفسور احمدی مطرح کردن مرتبط هست. نقش فرهنگ در جنگ و صلح هست و در نتیجه ضرورت توسعه فرهنگی. میدانیم که در طی سالهای گذشته که باهاش ما بسیار سالهای متمادی هست که متاسفانه درگیر جنگ و ویرانی و نزاع‌های متنوع در کشور خود ما هستیم، دنبال هر نوع عامل گشتیم و همه عوامل رو بحث کردیم بررسی کردیم، ولی متاسفانه دنبال این که ما چه کاری در ارتباط با فرهنگ بکنیم و فرهنگ ما چی نواقصی پیدا کرده و چی مشکلاتی در طی این سالها برای فرهنگ ما به وجود آمده که جنگ رو توجیه میکنن و صلح را متاسفانه به کنار راندن. روی این متاسفانه هیچ برنامه خاصی در طی سالهای گذشته که ما حکومت داشتیم، برنامه‌های در عرصه حکومت و حکومتداری و عرض کنم که ما نداشتیم و تا بودجه‌هایی که معمولا در اکثر کشورها برای توسعه فرهنگی خرج میکنن و مصرف میکنن، ما متاسفانه این رو نداشتیم. به اون دلیل هست که من این موضوع رو خدمت دوستان مطرح میکنم، ولی خب متاسفانه با توجه به وقتی ناچیزی که هست این بحث‌ها متاسفانه بسیار بسیار سخت است که در یک فرصتی در 15 دقیقه بتونه یک بحثی بزرگ رو مطرح بکنه. انسان یک موجود جنگجو هست، این جای تردید نیست. از روزی که انسان به عنوان یک موجود آگاه بر روی کره زمین شناخته شده، در آموزه های دینی ما شما میبینیم که میگن که فرزندان حضرت آدم با هم جنگیدن و یکی دیگری رو کشت و مردم شناسان و انسان شناسا هم که تاریخ انسانی رو بررسی میکنن، اولین گروه های انسانی به صورت گروه های شکارچی و گوشتخوار در زمین میگردن و گاه بگاه با هم درگیر میشن و هم دیگر رو میکشن و غالبا حتی انسان ها در بعد تاریخ این گوشتخواری انسانی هم بودن و این جنگ در تاریخ طولانی بشریت متاسفانه همینطور همیشه با انسان بوده و اینها همیشه وجود داشته. خب جنگ ها گاهی ناگزیری هست، انسان ها مجبورن به جنگن، ولی خب گاهی هم بهانه هست در دست متجاوزین. چیزی که در اینجا مطرح است اینه که عوامل متعددی برای جنگ وجود داره که میتواند عوامل اقتصادی باشد، انسان ها بر سر منابع اقتصادی با هم دیگر می جنگند، میتواند عامل سیاسی باشد بر سر کسب قدرت با هم دیگر می جنگند، میتواند عامل اجتماعی باشد، گروه های قومی متعدد و نژادی متعددی که در کنار هم زندگی می کنند برای کسب سرزمین ها، برای کسب منابع طبیعی با هم دیگر درگیر می شوند و با هم دیگر می جنگند. ولی چیز مهم است این است که این همه این عوامل توسط فرهنگ است که به عمل در می آید. انسان یک موجود هست از یک جهت شبیه یک دستگاه کامپیوتر. شما در یک دستگاه کامپیوتر برنامه را سافتویر را اینستال میکنید و از کامپیوتر میخواید اون کار خاص را برای شما انجام بده. انسان هم در اثر جامعه پذیری ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را از جامعه خودش فرا میگیرد و در مقابل عوامل مختلفی که در اطراف اون ممکن است وجود داشته باشد، از طریق فهمی که با ارزش‌ها و هنجارهایی که درونی کرده و اجتماعی پذیر شده اونها را درک میکنه، فهم میکنه و در مقابل اون عوامل و پدیده ها عکس‌العمل نشان میده. بنابراین جنگ هم به عنوان کنش اجتماعی یک موضوعی هست که همیشه و در هر شرایط ممکن است به طور یکسان صورت نگیرد. در اصل فهمی که انسان از مسائل مختلف داره با درک فرهنگی خودش، ممکن است که عکس العملش نسبت به اون موضوع متفاوت باشه. به این دلیل هست که مسئله
فرهنگ در فهم جنگ و صلح بسیار اهمیت پیدا میکنه. ما اگر بخواییم که در یک جامعه خاص جنگ را پایان بدهیم، باید سعی بکنیم که فرهنگ اون جامعه را بشناسیم و ببینیم چه عناصر فرهنگی در این جامعه وجود داره که موجب پیدایش جنگ و موجب تداوم جنگ در جامعه شده. با اصلاح این عناصر فرهنگی هست که ما میتوانیم به جنگ پایان بدهیم و صلح را جایگزین اون بکنیم. بحث مذهب یک از مباحث هست. مذهب با این تعریف که ما از فرهنگ حال در واقع نگرش که ما نسبت به فرهنگ داریم یک از عناصر فرهنگی میتواند باشد. خیلی چیزهای دیگری هست که مهم هست در فرهنگ که من به خاطر که چون بحث کلی بحث گسترده هست فقط چند تا موضوع رو در اینجا میخواییم که به طور خلاصه به اونها اشاره بکنم. در فرهنگ خیلی مهم هست که ما دید ما نسبت به انسان چگونه هست، یعنی در اثر درک ما از جهان یعنی جهان بینی و القاعاتی که دین ما و مذهب ما به ما میکنند و نظام اخلاقی که ما اون رو پذیرفته‌ایم و سنت و عرف اجتماعی، درک ما از انسان چی هست؟ آیا یک موجود کریم و محترم است؟ اونطور قرآن کریم میفرماید لقد کرمنا بنی آدم، یا اینکه یک موجود هست که با بقیه حیوانات فرق نمی کند، هر وقت اگر ما خواسته باشیم می توانیم به عنوان یک ابزار از اون استفاده بکنیم و هر وقت لازم باشد می کشیم و هیچ کرامت خاصی برای ما ندارد، و چه حقوقی برای انسان ما قائل هستیم؟ یعنی در این مجموعه نظام فرهنگی آیا ما حقوق خاصی برای انسان قائل هستیم یا نیستیم؟ در بعضی فرهنگ ها خب گرچه حقوق معمولا در همه فرهنگ ها کمیش برای انسان قائل هستن، اما میزان اون مهم است که ما در چه حدی و چه حقوق را برای انسان قائل هستیم. آیا حقوق مدنی انسان را ما به رسمیت میشناسیم؟ آزادی های مدنی که برای انسان وجود دارد، حقوق سیاسی انسان را برایشان قائل هستیم؟ حقوق اقتصادیشان را، اجتماعی و فرهنگی و همه این حقوق که برای انسان امروز در دنیا معمولا میشناسند، آیا ما به اینها احترام قائل هستیم یا نیست؟ یعنی درک ما اگر از انسان یک موجود پست و غیر قابل احترام باشد، اون وقت کشتن انسان ها برای رسیدن به مقاصد بسیار آسان می شود. ولی اگر ما درک ما از انسان این باشد که انسان یک موجود محترم است و کشتن انسان یک فرد، کشتن یک فرد مساوی است با کشتن همه انسان ها، و اونطوری که پیشتر جناب دکتر صاحب اشاره کردن در اسلام بعد از توحید و پرستش خداوند حرمت انسان از هر چیزی دیگر مهمتر هست. اگر ما این درک رو از انسان داشته باشیم، اون وقت ما نمیتوانیم به هر بهانه انسان بکشیم و جنگ‌های طولانی مدت را که باعث کشته شدن انسان‌های زیادی میشود راه بندازیم. و همچنین درک ما از جامعه انسانی چی هست؟ آیا ما برای جامعه در جامعه عدالت را به رسمیت میشناسیم؟ یا اینکه هر نوع تبعیض و ظلم و ستم را روا میدونیم برای اینکه ما به مقاصد و اهداف خود ما برسیم؟ آیا ما همدیگر پذیری را در جامعه به رسمیت میشناسیم؟ قائل به تسامح هستیم؟ یا اینکه ما گروه خودی را و مجموعه ای که در قوم من، به مذهب من و به حزب سیاسی من مربوط می شود، این را مهمتر از هر چیز دیگر می دانیم و بقیه انسان ها را ارزش خاصی برایشون قائل نیستیم؟ آیا ما دموکراسی را و حق افراد و شهروندی را برای انسان ها قائل هستیم یا نیستیم؟ اگر دید ما از جامعه و از انسان متعادل باشد، به گونه ای که برای انسان حقی قائل باشیم و برای انسان کرامت قائل باشیم،
و در جامعه عدالت و تسامح و دموکراسی اینها را به رسمیت بشناسیم، اون وقت است که ما میتوانیم یک جامعه صلح دوست و صلح جو داشته باشیم. در غیر این صورت جنگ حتمی خواهد بود. ما فقط خیلی خوب عرض معذرت، چون متاسفانه این بحث من خیلی خب عرض من این است که با توجه به این که متاسفانه در طی سالهای اخیر گروه های جنگجو و مخالف حکومت افغانستان و مخالف ملت افغانستان جنگ این در این عرصه ها متاسفانه فهم انحرافی از جامعه و از انسان و از دین پیدا کردن، بسیار بسیار ضروری میبینم که حکومت افغانستان و دولت افغانستان و نهادهای مدنی تلاش بکنن که بروند به صورت دست جمعی و هماهنگ به توسعه فرهنگی بپردازند. ما نیاز به این داریم که این عناصر فرهنگی رو بازسازی بکنیم که بخش از اون میتواند مذهب باشد، بخش از اون حتی شما ببینید غیرت در جامعه افغانی الان یک معنای کاملا منفی پیدا کرده است متاسفانه. بنابراین ما نیاز به توسعه فرهنگی داریم که اگر این کار رو انجام ندهیم با کارهای سیاسی، با کارهایی که معمولاً انجام می‌شود، ممکنه در یک سطحی از جامعه صلح را ظاهراً برقرار بکنیم، ولی در لایه‌های پایین جامعه جنگ همچنان باقی خواهد ماند مثل آتش زیر خاکستر. و سلام علیکم. فکری باشیم یا بخواییم سر یک مکتب فکری بحث بکنیم. بحث ما در تداوم بحث دکتر صاحب احمدی و آقای بختیار هست که بیشتر جناب آقای احمدی مبانی دینی جنگ رو مطرح میکنند. ما میتونیم در کل 5 رویکرد به جنگ در افغانستان داشته باشیم در کارهای تحقیقی که بخواییم در این زمین انجام بدیم. رویکرد سیاسی، رویکرد دروندینی، رویکرد اقتصادی، رویکرد استراتژیک و رویکرد امنیتی که فکر میکنم بحث سجن آخر هر سه نفر ما رویکرد دینی هست که اونا یک رویکرد مطرح در جنگ شناخته شد. نقش مراکز دینی سنتی در ترویج صلح در افغانستان بحث است که یک تحقیق تقریبا 6 ماهه سر از او کار کرده بودم و مطالعه موردی هم در هرات و بعضی جاهایی داشتیم که حالا باز از آمار و رفای دیگه میگذارم میشه در مقاله بعداً دوستایی که تمام داشته باشند ببینند. مقاله کمه که دونه تر هست، من کوشش میکنم که خلاصه تر بیان رو کنم. بحث ما بیشتر در سه بخش تقسیم میشه. بخش اول شناخت خودمون جایگاه نهادهای دینی سنتی در افغانستان هست و بحث دوم دیگه این آتها در یک نقش پارادوکسگونه در بحث جنگ و صلح در افغانستان نقش ایفا میکنند و بحث سوم هم چه کار باید بکنیم که از این ابزار درون مثلا دین یا به اصطلاح از روی کرده دینی ما بخواهیم به ختم جنگ بپردازیم. البته بحث ما از ختم جنگ صلح پایدار هست و صلح مثبت، چون صلح منفی میشه با مذاکره و راههای دیپلماتیک همسالمون حل کرد، ولی در صلح مثبت ما نیاز داریم که به ابزارهای دیگری به غیر از مذاکره و روشهای معمول کوتاه مدت بپردازیم. اهمیت موضوع افغانستان یک کشور جهان سومی هست که در واقع عنوان یک کشور میتونیم بگیم در رده پایین در حال توسعه میتونیم به رده نام بگذاریم. حالا توسعه نیافته هم واژه بی‌انصافی است. نهادهای سنتی بر جریانهای فکری و اجتماعی در جهان سوم بالاترین تأثیر دارند. مسجد و مراکز دینی بزرگترین رسانه اجتماعی در افغانستان شناخته میشه.
ما درسته قبول داریم که رسانه‌های جدید فضای رسانه‌های الکترونیک امروز خیلی مشهور شده، ولی در شهرها هست. بیش از 73% نفوس افغانستان در بیرون از شهرها زندگی می‌کنند. بر اساس آخرین احصائیه که احصائیه به اصطلاح ارائه کرد، این به معنی است که به نوعی افغانستان هنوز عنصری که در او زیاد تاثیرگذار هست رسانه‌های اجتماعی هست. موجودیت بیش از 120 هزار مسجد فعال که توسط 240 هزار ملا امام و مؤذن رهبری میشه و 13 هزار مدرسه دینی در افغانستان یک نتیجه رو برای ما نشان میده. اگر حساب سرانگشتی داشته باشیم، بگیم که در هفته 200 نفر به نماز جمعه یا به دیگر نمازها در میدان اشتراک میکنن، 24 میلیون نفوس افغانستان در هر هفته به گوش به حرف ملای امام و آخوند در کشور گوش میشه. صلح بزرگترین خواسته مردم قبل از خواسته رفع فساد هست. آمارگیری که صورت گرفت توسط نهادهای متعدد مطالعاتی که اخیراً آمار از او هست باز رفرنس ها داده شد. سوالی که من سر از او بیشتر تمرکز داشتم، مراکز دینی سنتی چه نقشی در ترویج صلح در افغانستان دارند که با این فرض پیش رفتم به نظر میرسد با توجه به خصوصیات سنتی جامعه افغانستان در پذیرش و احترام دیدگاه های نهادهای سنتی، مراکز دینی سنتی همچون مدارس دینی و مساجد می توانند بالاترین تاثیرگذاری بر تغییر افکار رادیکالی مردم در راستای کاهش تندروی و ترویج صلح داشته باشند. به نوعی تمرکز ما بیشتر سر نوع صلح پایدار هست. وقتی ما می خواهیم نوع تفکر رو تغییر بدیم به اصطلاح، بنابراین ما دنبال صلح پایدار هستیم. به گفته خانم شهربانو همون ارزش ها رو می خواهیم در درون مردم باز تعریف کنیم یا تغییری در ارزش های مردمی ارائه کنیم. طبعا هر کدوم از ما می فهمیم از این بحث بگذارم که مسجد چه جایگاهی در اسلام داره. به عنوان اولین منبر شناخته میشه یا اصطلاحاً میتونیم بگیم که در اسلام محل اصلی تصامیم و مباحث اجتماعی به نوعی مسجد شناخته میشه. چنانچه حتی میتونیم با جرات بگیم که مسجد نبوی اولین دانشگاه اسلامی تاریخ شناخته میشه، چون در اونجا تربیت شد، تفکر اسلامی رشد کرد و به نوعی به انکشاف تفکر اسلامی پرداخته شد، چون اسلام در اونجا ساخته شد. رسم مسلمانان در زمان پیامبر هم همین بود. نقشه اجتماعی سیاسی مسجد یا مراکز دینی محلی برای مشورت در امور اجتماعی مردمی، محلی برای تربیت نسل نو اصلاح‌گرایی، محلی برای گسترش تعاون اسلامی و مشارکت دادن مسلمانان در رفع نارسایی اجتماعی، محلی برای سازماندهی مبارزه با بی‌عدالتی و گسترش فرهنگ اجتماعی و محلی برای سازماندهی سیاسی افکار عامه، محلی برای تشویق مردم در امر معروف و نهی از منکر، مسجد مرکز جذب مردم در امور سیاسی و مذهبی و بهترین تریبون و رسانه برای انتقال پیام به مردم به مانند یک دانشگاه اجتماعی شناخته میشه. که این تعریف از مسجد از زیاد ما رفته. فقط مسجد فعلا با نقشی که طالبان ایفا کردن محلی صرفا برای نماز جماعت تلقی میشه، در حالی که مسجد در طول تاریخ تعریف دیگری داشته. نهادهای سنتی در افغانستان در طیف بسیار وسیع وجود دارند. چنانچه بیشتر گفتم بر اساس آمار خود وزارت تجربه ها 120 هزار مسجد ما در افغانستان فعال داریم که 240 هزار ملا و مؤذن رهبری می کنند. که گفتم بر اساس آمار میتونیم بگیم 24 میلیون هفتوار از صحبت های اینها بهره مند میشه. بر اساس مطالعه وزارت معارف 13 هزار مدرسه در افغانستان فعالند که فقط 1200 مدرسه دینی ثبت شده. در مجموع 265 هزار دانش آموز در این مدارس مصروف فرا گرفتن علوم دینی هستند که 12 هزار تن از اینا خانم‌ها یا دختران تشکیل می‌دهند. علتی که مدارس ثبت نمی‌شن، خب طبعا هم مشکل از دولت که نمی‌تونه بودجه از اینا بده و هم مشکل از خود مردم هست که خیلی تمایل ندارن که مدارس از اینا جنبه دولتی به خود بگیره، بنابراین می‌خوان به شکل بومی به اصطلاح رهبری بشه. دو ویژگی مدارس دینی در افغانستان دارد. اولین ویژگی مدارس دینی این هست که هر مدرسه و مرکز دینی مختص به فرقه و مذهب خاص است. ما مدرسه دینی که مذاهب و فرقه مختلف باشد در او بحث باشه وجود نداره یا خیلی محدود داره. و حتی مساجد ما مساجد اختصاصی است، مساجد مذهبی است، مساجد فرقه‌ای است.
و ویژگی دوم مدارس دینی ما ارتباط نزدیک از نظر فکری و عملی با مدارس دینی خارج از کشور دارد. حالا باز میگم که کدام مدارس دینی خارج از کشور بیشتر تاثیرگذار هستند برای مدارس دینی. و در کل خب ما مدارس دینی به میتونیم بگیم که دو شاخه کلی علاقه سنان و علاقه شیع و شاخه‌های کوچکتری که در گروه های عرفانی میشه تقسیم بشه داره. مذهب حنفی به اصطلاح حاکمترین مذهب در افغانستان شناخته میشه. به خاطر اینکه بر اساس آمار رسمی حدود آلمان چقدر این آمار از طرف سازمان بین‌المللی رای میشه 82-85% جمعیت افغانستان سنی مذهب که حدود 65-70% جمعیت افغانستان حنفی مذهب که از اقوام پشتون، تاجیک، ترکمن، عرب، بلوچ، ایماق، قزقیز، قزاق، نورستانی، هزاره و دیگر اقوام تشکیل شد. مذاهب و گرایش‌هایشون مالکی و حنبلی و وهابیت هم در افغانستان در حال رشد است. یک چیز باید بیان داشته باشیم، چنانچه بیشتر در گفته‌های بزرگواران دیگه مطرح شد، مذهب حنفی در بین مذاهب میان روترین مذهب در اقتصادی شناخته میشه. احکامی که در از امام ابو حنیفه شما ببینید تکفیر در احکام از اون نیست، خیلی از دفاعی دیگه نیست که در مذاهب مالکی و وهابیت هم در او وجود. در بین اهل تشیع مذهب از نعشری عمومی ترین مذهب هست، ولی اسماعیلیه دومین مذهب بزرگ شیعه افغانستان بر اساس آمار وجود دارد. بیش از 73% افغانستان در قریه ها زندگی می کنند. به این معنا که در قریه ها بزرگترین تریبون به صلاح مردمی که شما می دونید گپ بگوشید مردم برسانید مسجد و منبر مسجد است. اقلیت شهرنشینی که در شهر زندگی می کنند اینا هم متاثر است به صلاح مدارس دینی و آموزهای دینی هستند. به این معنا نیست که اینا تفکرات سکولاری دارند یا ما بگیم اینا گرایش های نوعی به بحث دین دارند. البته تعدادی هستن که گرایش نو هم دارن. میتونم خلاصه کنم جمعیت افغانستان به 4 قسمت. اگر باشه افغانهایی که شدیداً معتقد به دین با نگاه عربی هستن، افغانهایی که متمایل به ترکیب دین و عرف هستن، حالا قریه پشتون نشین که بحث پشتون ولید با دین رو ادغام میکنه، جناب دکتر سبزیمی دیروز صحبت کرد. افغان‌های متمایل به اصلاح‌گرایی و روشنگرایی دینی که بیشتر در شهرهای بزرگ مثل کابل و مزار و هرات هستند. افغان‌های متمایل به سکولاریسم که بیشتر مهاجرین برگشته به کشور در این کاتگوری قرار می‌گیرند. یک نکته نباید از یاد ببریم که ما در مطالعه دین و جامعه در افغانستان باید از نگاه جامعه شناسی سیاسی هم به بحث متوجه باشیم. ما فعلا افغانستان رو مواجه با شکاف‌های نسل، مذهب، تکنولوژی، ثروت، شهر و روستا، نژاد و مدرنیته و سنت گرایی داریم. این به این معنی است که ما باید نوع نگاه ما در بحث دین که نگاه زمانبر هست باید این شکاف‌های اجتماعی را در نظر بگیریم که رویکردهای تحول دینی بر اساس این شکاف‌های اجتماعی در نظر بگیریم. خب گرایش‌های مردمی در حوزه دین رو در سه قسمت تقسیم میکنم: گرایش‌هایی که سنتی و بومی هستند، گرایش‌هایی که از اندیشه وارداتی نشأت میکنند یا تقسیم میشن، و جریان‌های مدرن و جهادی که گرایش‌های سنتی بومی، حنفی مذهب و جعفری مذهب که در خود افغانستان ریشه دارند، جریان‌های تصوف بومی و ترکیب عرف افغانی با دین هست. اندیشه وارداتی از عربستان و عراق، اندیشه وارداتی خراسانی به معنی نیشابور و اون منطقه مدرسه دینی که در مدارس دینی افغانستان به نوعی به یک نوع اندیشه رسیدن. وارداتی جنوب شرق آسیا خیلی کم داریم، وارداتی اخوانی و وارداتی عثمانی. جریان‌های مدرن و جهادی رو میتونیم از القاعده و دیوبند و داعش و التحریر و اخوان و جریان‌های گزنجف و قوم نشأت میگیریم. از بحث دوم کمی سریع‌تر می‌گذاریم. تغییر میدانی که در هرات انجام شد از 100 گروهی که باز به برنامه صلح آمدن، من چون در زمان در شورای صلح کار می‌کردم، بر اساس مصاحبه‌هایی که من انجام دادم از 100 گروه تنها 3 گروه گروه‌های به صلاح شیوعی بودن. 97 گروه دیگر من به نام کارگر جنگ نام می‌گذارم برای اون. چون اونا به خاطر پول می‌جنگیدن، به خاطر اینکه شکم به چه خورسیدن. اونا به خاطر دین نمی‌جنگیدن. در مقاله جنگ افغانستان باید دو موضوع به صورت جداگانه بررسی بشه. یکی رهبران دینی است که در واقع آبشخور خارجی داره، و دوم خود جنگجویان طالب هست. که حالا پس به بحث خانم شهربانو برمیگردیم که چرا اینا تمایل دارن بیان به جنگ. پس حس در واقع تمایل به جنگ ممکنه در اینها باشه. البته مطالعه موردی من هرات بود، ولی جاهای دیگه نتایج
متفاوتتر رو به دست میده. نهادهای دینی سنتی و جنگی طبعا نقش دوگانه رو ایفا میکنن. نهادهای سنتی دینی باشین، یکی در هم گسترش جنگ و هم در واقع کاهش جنگ یا در بحث صلح. بیش از 90% افراد انتحاری از درون مدرسه و مساجد دینی تربیه آماده میشه. کمتر از 1/4 طالبان جنگی تعلیم یافته مدارس دینی و مساجد هستند. یعنی 3% از اونا به نوعی از مدارس دینی آموزش طالبانیزم را نمیگیرند، کسانی که در درون افغانستان هستند. در ولایت‌های جنوبی و شرقی، برخی ولایت‌های مرکزی و شمالی اخیراً مساجد بزرگترین مراجع تبلیغ و تشویق به جهاد هستند. منابع مالی سرمایه‌داران که از اثر قاچاق مواد مخدر در جنوب برای مساجد مصرف می‌شود، عامل اساسی در تشویق ملای امامان جهت تداوم ترویج تفکر جهادی در مناطق جنوبی محسوب می‌شود. موجودیت فرهنگ عرفی خشونت‌گرا در درون جامعه افغانی که به یک نوع بستر اجتماعی جنگ شناخته میشه، مثلا حتی ما ببینیم ورزش بومی محبوب ما بزکشی، یک ورزش بسیار خشنی هست که ناشی از نوع فرهنگ خود افغانستان هست. حاکمیت تفکر اسلامی رادیکال که بیشتر اسلام خاورمیانه‌ای شناخته میشه، عامل اساسی در نوع تبلیغ دینی مساجد شناخته میشه. من سر بحث آخر خلاصه تر صحبت میکنم. اقداماتی صورت گرفت ولی به نظر من بسیار محدود. دولت به خاطر اینکه بیه تحول درون دینی انجام بده، مدارس دینی ثبت کرده، اما کمتر از 10% مدارس دینی ثبت رسمی دولت، یعنی تحت کنترل نیست. 90% مدارس دینی که فعلا فعالیت میکنه. عناوینی برای خطبه های نماز جمعه صرفا پیشنهاد میکنه، 4000 از 120000 مسجد رو هم صرفا جنبه پیشنهادی، در حالی که در کشورهای دیگه مثل امارات متحده عربی امام جمعه از روی کاغذی که حج و خاک فرض میده میخوان، یا در ترکیه یا کشورهای دیگه. فتاوای نهادهای دینی در کابل و عربستان سعودی بر مای جنگ، نشستهای مشترک علمای افغانستان و پاکستان، گردهمایی‌های شورای علما در کابل چند دفعه صورت گرفت، سفرهای خارجی برای علما به کشورهای خارجی مثل امارات متحده و اندونزی، برنامه‌های آموزشی الازهر و بنیاد اسلامی قبا که فقط در کابل صورت گرفت برای علمامان مساجد، و کنفرانسی که اخیراً صورت گرفت. حالا میان سر صلح منفی، خیلی خلاصه از روی میخوانم آقای خنجانی، ببخشید وقتم متوجه هست. اشتراک علمای پرنفوذ در دولت در مذاکرات صلح، اگر ما بخواییم آن روی سکه نقش نهادهای سنتی در نظر بگیریم، این برای صلح منفی. ایجاد تبلیغات مسجدی محلی برای ایجاد جهت عمومی در رشد تمایل به مذاکرات رو در رو بین دولت و طالب. میانجیگری در مناطقی که طالبان در اثر اختلاف داخلی دست به مخالفت میورزند، استفاده از چون بخشی از این طالبا به خاطر صرفا اختلافات در اون محلی طالب میشه، استفاده از مدارس برای رشد ابعاد مدارایی دین که به اصطلاح من معتقد هستم دینی که در جنوب شرق آسیا هست دین مداراست، اسلام مداراتر است نسبت به اسلام خاورمیانه‌ای که ما بیشتر متاثر از هستیم. در صورت مثبت، اولین کاری که دولت باید به نظر این تغییر انجام بده اصلاح‌گرایی دینی، اول یک ارزیابی جامعه از حالت موجود زمینای مردمی رادیکالیسم رو بررسی بکنن، بعد از شناسایی به شناسایی عوامل موثر در قالب زمانی مدت زمان میان مدت و کوتاه مدت و دراز مدت بپردازن، کارهای مثل ساختن مدارس دینی دولتی با کاریکولم مشخص و اجبار بر ثبت مدارس دینی موجود هست، تقویت جریانهای صلح‌گرا و کنترل ملای امامان و علمای رادیکال، اصطلاحاً لیبرالیسم سازی دینی هست، حالا اگر واژه خیلی تضادگونه نباشه. ارتباط دادن مدارس دینی افغانی با نهادهای دینی مدارگرای خارجی مثل مدل مالزیه ای هست. تشویق مردم به همگرایی و رشد فعالیت اجتماعی در حل روزانه مشکلات مدارس. دوم، حمایت از جریان های عرفانی و حنفیت هست. چنانچه بیشتر گفتم این جریان ها جریان های سرمدارتری هستند نسبت به جریان به اصطلاح مالکیزم که برنامه آموزشی و همچنین معاش داده بشه، مثلا فعلا 80 دلار برای ملایمانی که 100 هست به عنوان معاش میده. لیبرالگرایی اجتماعی که یک آقای بس بسیار کلانی هست، خود به خود این لیبرالگرایی اجتماعی در واقع رادیکالیسم دینی رو کاهش میده، کاری که آمریکایی هم انجام دادن در 18 سال گذشته با سفرها و برنامه های آموزشی که به خارج از کشور خیلی از علمای دینی فرستادن. جذابیت لیبرالیسم باعث جذب اکثریت افراد توسعه نیافته در بین نشرا میشه. من خیلی کوتاه میخوام در اختتام بحث بگم که در مورد لیبرالیسم اجتماعی اگر اجازه باشه چون در اختتام نرسیدیم بعد
و دوباره به شما برمیگردیم چون تقریبا نزدیک به 25 دقیقه استاد شده و من تمام میکنم و یک نهاد کار میکنم که زبانم بفروشم لیبرالیسم در من همیشه با خانوم ها میگم که ترس از صلح با طالب نداشته باشه که به شهرها بیان مانع از آزادی شما بشن. لیبرالیسم آنقدر جذاب هست که هر کسی در خود جذب میکنه. مولوی قلم‌الدین وزیر دولت طالبا در امر معروف نهی از منکر بود. شاید فرزند و دختر زوحال داخل همین بندرها و داخل همین شهر چکر می‌زد. بنان من فکر می‌کنم جذابیت لیبرالیسم شاید دو سال سه سال مشکل ایجاد کنه، بعد از اوتومات خود از او به اصلاح به اصطلاح گروه های تندروتر میتونه بپردازه. حالت با من یک تفکر. بسیار تشکر استاد ملیار. من میخواهم ایرام یادآوری بکنم که بر اساس اجندا ما بسیار وقت تمام کردیم و این ممکن نبود جز از اینکه بزرگواری شما باشد. من سپاسگزار هستم. پیش از اینکه باز بکنم همین بحث، نکاتی که بسیار اساسی بود به نظر من مهم است که یک دوباره مرورش بکنیم. بحث استاد احمدی مرا با صحبت برای یک نوشته بسیار معتبر امام محمد غزالی یادآور بر من شد و اویی که امام غزالی باورش ممی بود که در اجتماع در اجتماعات مسلمان ها عدالت معیار نیست، ثبات معیار است. هر کسی که به خاطر رسیدن به یک عدالت سبجکتیو انفرادی یا واهی وارد یک نوع شورش میشه، نه تنها که یک گناه کبیر است بلکه همون نظام اسلامی را با خطر مواجه میسازه و مو دلیل حتی کوتاه طریقا را میگه با اساس آیت شریفه که دست پایش را بزنید تا این نظم از میان برداشتن شد. نقطه دومی که استاد هم اشاره کرد نقطه شورشگری است. شورشگری برخلاف که ما فکر میکنیم زاده یک پدیده سلفیت است، سلفیتی که بر اساس تفکر ابتدایی دینی استوار است، او واقعیتش این است که ادبیات مدرن جهانی میگه که شورشگری مسلمان ها ناشی از یک کاپی مشق تمرینی است که توسط مبارزات چپی در جهان مدرن واقع شد و به وجود آمد و این بیشتر ناشی است که از تفکرات بود که اسلام از اون چارچوب فکری اصلی تیوریسنای واقعیش بیرون شد و یک تعداد دکترها و چون انجینرها و یا در اخوان المسلمین در دهه 1920 و 1930 وارد گفتمان دینی شدند و چون یاد تفکر بنیاد اصلی فکری دینی نداشتند و او دلیل بیشتر تاثیرپذیر بودند و یک تعداد مشق و تمرینات را وارد از این حرکت ها ساختند که ما امروز باش روبرو هستیم. نقطه‌ای که استاد بختیاری به نظر بسیار مهم بود اشاره کرد که نقطه تبعیض به عدالتی خودش بستر است برای شورش و این چیزی که در ادبیات غرب امروز معمول است horizontal inequality برش میگن که من نمیدانم اون را چی را کم آدم بتانه خوبتر و بهتر به دلیل کمسوادی فارسی خودم است ترجمه درست بکنه در حضور شما و مهم است که ما تنها در چگونگی روی کرد طالبا این شورش را نبینیم. یک بخش از افغانستانی که ما بایش امروز مربوط ما میشه رویکرد سیاسی ما هم بگونه ای است که ما فکر میکنیم یک چیز نام گذاشتیم. ما در یک مرحله اکادمیک ملتن سیستم شورشگری اکادمیک که اگر چنین یک پایده دوامدار مثلا یکی از مثالها تکویت سازی افغانستان دوامدار ادامه پیدا بکنه طبیعی است که ما شاید یک روز از شورش طالبی خلاص شویم اما وارد یک شورش هویتی اینمی افغانستان شویم که امروز اینجا ما هم باش سرکار داریم. و نقطه آخر هم که استاد ملیار به نظر من بسیار اهمیت داره که من تقاضا میکنم که با ما شریک بسازن یا افتارشان ما تلاش میکنیم حتی ترجمه شوه یا نشرش کنیم و یک گونه که نقش مساجد بود. با اینمی دوباره مرور کردن خلاصه میخواهیم دوباره و اعتبار چیزایی که من گفتم اتفاقا من مورد دستی که خواندیم فهم اسلام سیاسی و شورشگری طالبا است. این من در می حوزه کمک میخوام بودوان یک شاکیم حالا باز میکنیم دوستایی که صحبت میکنم و عزیزای شما من تقاضا دارم که لطف بکنین اگر کوتاه‌تر تبصره تان داشته باشین. همین من برشناسی تروریسم یا افراطی‌گری یک بحث بسیار مهم این که ما یک نسبت میدیم به سلیفه‌گری واقعیت نداره. خود سلیفه‌گری با اسلام سیاسی مشکلات داره، مشکلات بسیار جدی داره. شما دعاهای امامای مکه که تقریبا هم سلیفه‌گری هم مخالفه میشنیم در هر بومیتی اللهم اجعل ضرورت آمین المؤمنین صفا الرحمن به سایر بلاد مسلمین بر شبات همیشه اون تاکید داره.
بعد من بحشنسی شبه که دکتر سر احمدی اشاره کردن این که تنها من به افقی ما بگیریم یک طرف قضیه یعنی که این تنها چیز کافینیه بلکه اونا منبع دومه دارن هم منابع فقهی بیشتر منابع که ما اونا متکی میشن اگر شما ادبیات از اونا توجه کنیم اونا دوینه وجوب دارن اسلام سیاسی وجوب دینی و وجوب تنظیمی وجوب که از تنظیم از مسائل ایدئولوژی از اون سرچش میگیره وجوب دینی خب همه مسائل فقهیمان وجوب تنظیمی حالا من اما به طور جمله سرخود بر که شما اشاره کردین در قرآن نوشته و اما آیاتی که استناد میکنن در بخاطر این مهمه که اگر ما میخواییم به اونا وارد بحث بشیم باید از همه ادبیات استفاده کنیم که به ورد قبول از اونه یعنی بحث هم در کنار مسائل ایدئولوژی که اونا مطرح میکنن شما در هیچ کدام از کتاب سرپاد که منابع مورد استناد از اونا اشاره به شورشگری نمیکنید به جز یک کتابی که چرا ادامه کردن به او هم محل شک که این کتاب رو خود نمیشتی یا حکومت مصر به خاطر که اقدامات رو یا مثلا مال انترکریب که اشاره کردیم در مال انترکریب ما خویج مشکلاتی از این نایه نمیدیم یک داستان که از وسمای ذات بروج گرفته و آمده من را این اصلی نشان داده بلکه مبارزه فکری و مدنی در رو بیشتر مشاهده میکنیم ولی آن چیزی که خطرناکه در نظرات سرپل ممکنه که بیشتر در کتاب مثلا شما معلومات تصور یا مقالات از اسلام آمریکایی مشاهده کنید تقسیم بندی جامعه و دو جامعه جاهلی و جامعه اسلامی برای به همه خب اصلا چی نمیشه صادر نمیشه میگه از گفت بسیار خطرناکیه که ممکنه مورد چی از اونا باشه مورد استدلال اونا باشه و از جهت دیگه زمان بندی هم بسیار مهمه در هر فرد شما متعلقه همین هم کتاب اسلام اجتماعی هم عدالت اجتماعی نمیشه یا کتاب فیزرال هم نمیشه منظورم اینه که هرگاه ما میخواییم که با گروه های افراطی وارد بحث بشیم و از ادبیات از اونا استفاده کنیم باید از همه ادبیاتی که یعنی از تمام ادبیاتی که اونا استفاده میتونن به جای که بیشتر اونا از مسائل ایدئولوژی با استفاده میتونن فتواهای جدیدی که میبینیم صادر شده واقعیت نمیتونیم به او گذاشتایی نسبت بدیم ضمن این که درست ما با سلکتیگری از لحاظ مسائل کلامی و مسائل عقلی مشکلات زیاد داریم ولی واقعیت کسری بگیری با اسلام سیاسی و این شورش ها و اینه اونا هم مشکل دارن اما فتوای اینا شما ببینید کرده این نمیتونم شورش گیری دعای اینا تو بینید و به همین جهت باید خیلی بزرگ سپاس از مهمانان بزرگ که صحبت کردن ممنون و جناب آقای دکتر مرادیان اگر باشد من انتظار داشتم تا این دروس یک کمی بحث میشه که در کاهش جنگ و ادامه جنگ نقش رسانه‌ها چی هست اینجا دو تا فرزانه‌ای که آقای خنجانی و آقای فردوس و بزرگای دیگه شسته هستن که مایه افتخار رسانه هستن من خیال کنم که در افغانستان متاسفانه ژورنالیسم تحقیقی وجود نداره زیادتر ژورنالیسم به این امید است که بهترین خبرگو از خبرساز باشد اگر بخش ژورنالیسم یا بخش تحقیقی خاطر ادامه جنگ شروع شه کار کنه هر من بیان اجازه بتو میخوام اجازه بتو بسیار سریع جبزن من به جناب دکتور بکتیاری اول دقیقه شخصی من به جناب دکتور احمدی و جناب استاد بزرگوار که تشکی کردن که مذهب و دین و آیین و اینو من به یقین قطعا من به یقین هستم که جنگ ادامه جنگ در افغانستان دین مذهب و اشعار یک روپوش ظاهره اما جنگ در افغانستان یک جنگی دیوبتی است، یک جنگی رقابتی است، یک جنگی اقتصادی و تصاحب قدرت است. تا وقتی که تصاحب قدرت، کاهش جنگ اقتصادی و نیابتی و رقابتی حاجت تشکی ندارد. تا اینا مهار نشد، پس هر کسی نمیتونه سوال بیاره. تشکر استاد، تشکر. تشکر ما بحث ما متوجه دکتر سید احمدی هست اگر بحث ما تون در حوزه جمهوری از پیمان آقار مطمئن کرده باشد در ایست پیمان یک تا کار باید در نظر ما هم هست اما پیمان رابط اگر مطمئن کرده باشد مشکل داره به این معنا که شما فرمی شدن افکر در طول تاریخ سبب شده بیان دین در اکسرسایر افکاد دین مخشیم میخواهد ما با مزاید سنتی برمی شده با منای فرمی شدن افکر نیست آیا افکر این دونیشی نمیست
این منتشر بالا به نظر این طالبان میخواهندید آبشکار یک اتفاق میگفته و دیگه یه نظرهای به پنج کامل همه در ساختاری به وجود آمده اونا همه با تیوری و موشبان یا نظر تیوریتی کسی حکومت یک امر ایدائیس نمدنی باورشان استقالشان این گونه است پس بنابراین همین جگوات سرکدیری و همین جگوات رادیکالیز میسیرانی نوعی با نظرهای تبدیل کردن هیچ کدام نمیدونه که نظرهای تبدیل نرد این نتمت را دکتر سرکدیری میگوسون که شما ناخواسته موضی شما با موضی طالبان در روزی راپور منطبق نمیشه تشکر میکنم از خانم محترم من فقط در مورد صحبت های استاد احمدی میخواستم به نکته ای عرض بکنم و ابتدا قبل از اینکه وارد بشم یکی ما دیروز با آقای فرا صحبت میکردیم در اینکه اینجا منتشر شده به انگلیسی و خوب است که ما با طالبان به اساس خود همون اصطلاحات خودش دوباره از نو موردی از دوری به تحلیل کرد من زمانی که از یک چیم یک بیشتری من داشتم و از دو تا دوست بزرگوار استاد در موسوی و آقای خنجانی بسیار بزرگ بدم که نخوان اسم موسیقی بزنم در اختیار اینا قرار بدم چیزی که من نوشته بودم در مورد عدل سیاسی طالبان بود که و در اونجا با توجه به تحقیقات که من انجام دادم در مورد یکی از مهمترین نکات که اینجا مورد بحث قرار گرفت روایت های استراتژیک از جنگ و با توجه به صحبتی که دکتر احمدی انجام دادن من میخواستم که پیشنهاد بکنم که طالبان از مجموع اصلی ها چی بیشتر استفاده کرده یکی بحثش بحث عقلانی است تلاش کرده که استدلال عقلانی و اخلاقی سازی جنگ باشه، منطقی سازی جنگ باشه که از این استفاده کرده که مثلا ما برای چی می جنگیم برای مخاطبان خودش دو بحث احساسات و عواطف هست که به او توجه به تاثیر در سو پشن که از او استفاده بیشترین استفاده رو به کار برده و دو بحث ایتوز هست یعنی اون خصوصیات یک جامعه هست که ما این ایتوز آوردم در طالب ایتوز در فهم ما بیشار سپر می داد کسی برزمین نمود ولی تلاش کردیم در قابل در سانچوی همون فرهنگ پشتنوالی قرار بدیم که چیمونه استفاده کردن به تحقیقات بسیار گسترده انجام شده و نور نکته چهارم عبارت بود از تاریخ مثلا دوستان کسایی خیلی داده آمدن در افغانستان تحلیل کردن مخصوصا بریتانیایی ها از جمله کسی از منابی پروفسور کیفر یا در چرا مثلا یک پروسش های مهمی که برای انگلیسی ها تحقیقی که ما چرا در کلمه چه هست واقعا برای ما سوال و با صحبت های جز آنه که من لندن در صحبت های کنگان دادیم اونا برای ما سوال کردن که علت شکست ناکامی ما در کلمه چی بود اون زمان استناد کردن به این مسئله تاریخ شما کنون شما اون جمعی اول دو مسلمون که در افغانستان بودی رو داشتید یک سه کارهای اتفاقهایی افتاد بعد دوباره وقتی که شما باید دیگران شدید گفتید دیگران میشد مثلا میرفتید در شمال افغانستان مرکز افغانستان یا هرات شما دوباره اونجا رفتید و بدون این که شما اون بحثی که انتقام بدل اتفاقی بیرون مرکز کرد اینا رو در نظر بگیریم چون این بحث بدل با عنوان یک امر فرهنگی از یک نسل به نسل دیگر از یک خانواده به خانواده دیگر منتقل میشه و روایت هایی که طالبان از جنگ داده و بسیار استراتژیک هم بود عبارت بود از استفاده از این چهار تا عنصر و به نظر میرسه که کلیت این چهار تا میتونه اون پارادایم به حساب فرهنگی جنگ را در افغانستان تشکیل بده تشکر میکنم به شما شما سوال ما از جناب دکتر احمدی است شما برمان در واقع سوال ما شبیه از جناب آقای دکتر آرزو هم هستم چون بیشتر دقیقه فکری داشتم من که دقیقه اجتماعی برم من میگم که در واقع اگر ما بریم بحث درون بینی و در سطح مذهبی مطرح بکنیم ما
آیا دوباره بحث فعال شدن شکاف‌های اجتماعی و شکاف‌های مذهبی را در افغانستان دامن نمی‌زنیم؟ بهتر نیست که چنگ بزنیم و اسلام که یک نقطه اشتراک است بین در واقع گروه‌های مختلف و می‌تونه همه را به نحوی به هم دیگه وصل بکنه؟ تشکر از این مرکز برای تصویر همچه کتابان مهم. یک موضوعی که ما میتونم مطرح کنم ایست که ما باید روی خواستنگاه های جنگ باید بحث کنیم تا زمانی که نفهمیم که جنگ همچه خواستنگاهش در عصر فیلی کجا هست باشی هست شاید نتونیم به نتیجه گیری هایی بپرسیم. زیادتر دوستان ما شما من فکر میکنم صحبتشان و تمرکزشان روی بود که چگونه از سربازگیری معززات نیابتی جنگ مجرد بودیم. خب وقتی که جنگ در گرفت که اطراف مختلف جنگ می از مسجد از کنسرت از موسیقی از معززات اکادمیک از تمام معززات قانون ابزارهای جنگ استفاده میکنن. اما در جنگ که در افغانستان هست یک طرف جنگ هست. تاکید من روی این موضوع به این خاطر است که دوست ما اشاره کردن مثلا روی لیبرال سازی اجتماعی اگر ما عطف تمرکز خود مثلا روی پروژه لیبرال سازی جامعه اشتباه بکنیم پیامدهای منفی از متوجه خود ما میشه. روی این روز داعش از کابل مطلب گیری میکنه سرباز گیری میکنه. داعش در کابل فعال است. داعش در دانشگاه های کابل فعال است. ظاهرا پروژه لیبرال سازی در کابل در افغانستان نتایج منفی داره برای تشدید جنگ، برای آوردن فضایی که حالا که القاعده را به خصوص داعش فرصت‌های بیشتر برای شکار ایجاد کرده. در یک فضای جهانی یا منطقه‌ای من فکر کنم الکساندر دلورانت رئیس عضلات قبلی فرانسه که برای مشاور رئیس جمهوری آمریکا بود از جنگ‌های سوم و چهارم جهانی صحبت کردن که در جنگ‌های چهارم جهانی مرکز جنگ‌ها خاورمیانه است. این تقابل جهانی تقابل منطقه‌ای متاسفانه سرزمین های مثل افغانستان که از ثبات سیاسی و نظم اجتماعی بسیار ضعیف برخوردار است ما را به کلون جنگ ها برده و قربانی های بسیار گستاخی رایی را ما ولی چی میکنم؟ چی کار میکنم؟ ما فکر میکنم در این قسمت ما حداقل هم که دکتر سپنتا در مجلس بیشتر گفتن اونا از عقبه پشت جبهه طالب گفتن ما عقبه پشت جبهه نیروهای خود ما را باید تحکیم بودن. ما در جنگ نرم پاک باختیم، در جنگ رسانه‌ای باختیم، در جنگ فرهنگی باختیم، در جنگ دینی باختیم. پروژه های مثلا ما به عوض که گسترش عرفان در عقب جبهات طالب ببریم، ما او رو در جبهات خدا ببریم و پاک سترا آماده عزیز کنیم که مثلا داعش بیاید و کار ما رو اقترفا ببریم. از روحی مثلا اردوی ملی در افغانستان، از نخبگان سیاسی اجتماعی ما، از نظم شکرده اجتماعی، از گسترش مواد مخدر در شهرها، از گسترش قاچاق انسان کرده در داخل شهر کابل، اینا همش علائم هستند. معیارات را و اندیکیترهایی را برای مخالفین میدن که میبینن که عقبه ما بسیار ضعیف است. تا ما با یک تعریف منطقه‌ای و جهانی جنگ خود در داخل عمود آقها و داخل از او چارچوب تعریف نکنیم بعدا خود ما کانسیکونسی به حوزه های جنگ ما در اون طرف هستیم و عقب او جبهه و جنگ ما تطبیع و تحکیم نکنیم این جنگ هم سال شما باختیم هم جنگ شما باختیم. بار دیگر من پیشنهاد من نیست که دوستای عزیز وقتی ما پروژه ها رو پیشنهاد میکنیم ولی لیبرال سازی یا گسترش تصوف و عرفان نمیدانم اسلام و هر چیزی فقط این نقطه مشخص بسازیم که در کدام حوزات میفهمیم اینا تعمیق و گسترش بدیم به خاطر اینکه نتایج معکوس از این خصوصا در هشت سال گذشته مثلا یک نمونهش فساد بسیار گسترده است که در افغانستان خصوصا در شهر و در کابل رخ داده و اینا همش سبب میشه جنگ گسترش پیدا کنه. ما بسیار تشکر. من میدانم که سه دوست بزرگوار دیگر اما به دلیل که نزدیک به 5 دقیقه داریم باید بحث تمام بکنیم خب چاپ روز پیلیفتیم دیگه رو دکتر بسر که دیده انتقاد من به جای است بریم سر اجازه بکنیم که صحبت کنم. سلام و وقت بخیر. من با دکتر زور و احمدی چیزی که فهمیدم من این که در واقع امید شوری شمالی و یا قیام دیگه پا از اسلام سیاسی نوین که برگیرده از
سعید خود یا اصلا و اینا باشه وارد افغانستان شد. ولی در تاریخ ما چیزای شبیه به این تفکر میبینیم. به نظر من که آقای خنجانی هم بحثی که کردم، چون در حنفیت بحث عدالت در حاکمیت بسیار مهمه، اما امام غزالی بحث ثبات مطرح میکنه. او برگرفته از نظامیه هایی که توسط نظام الملک توسی تأسیس میشه. نظام الملک توسی در واقع کسیه که مدل موبد از موبدان سر که در تعلوی ارتش بابکان و ساسانی استاد شد و حکومت ساسانی سیاسی کرد. این شکل نظام الملک توسی در تعلوی الارسلان و دیگران حاکمان سیدی برای اولین بار دین سیاسی کرد و همگام ساخت با حکومت. یعنی ابو حنیفه امام اعظم امربیار قبول نکرد، عباسیار قبول نکرد، نخواست دین سیاسی بکنه و عدالت در اونجا مهم بود. حتی فسق حاکم اصلا مهم نیست. از نظر امام اعظم حاکم فاسق بهتر از حاکم ظالم. بحث عدالت رو ولی خب اولین بار در تاریخ خراسان رئیس الوزراء به نام اشتباه اگر نکنم حمید الملک کندری یاد میشد و این وزیر حنفی بود که اولین بحث با سلاجقه بود که قرمتی ها رو نباید تکفیر کنیم. در همین زمان نظام الملک توسی که شافعی مذهب بود به دلایل مختلف را پیدا میکنه و حمید الملک کندری از دایره خارج میشه و رنسانس خراسان در همین زمان متوقف میشه. شما اگر از دوران طاهریان و صفاریان و سامانیان و کمی غزنویان مطالعه بکنیم، در اونجا رواداری به اصطلاح مذهبی و فکری باعث میشه که فلسفه، ریاضیات، هندسه از درون این تفکر بیرون بشه و در همین دستگاه های نظامیه های که شما کسی مثل امام غزالی دارید که برای اولین بار میاد توافق الفلسفه می‌نویسه، در این زمان شما از یک چیز دیگه فکر کنم چشم پوشی شد. تفکر سیاسی که وارد مذهب شیعه شد در زمان توسط علمای جبل عامل، او شما در نظر نگرفتیم. شیعه های علوی اصلا بحثشون بسیاری بحثشون بحثی افغان نداشتن. تقریبا مثل مذهب امام اعظم اونا میخواستن دین جدا از سیاست باشه. کسای مثل شهید ثانی آمدن و شیعه فیروزه کردن و جنگ های صفوی ما داریم. تبرائیان صفوی کی میتونه از این جامعه حسب بکنه؟ وقتی لعن و عمر و عمیفان و چکار و فلان و بزرگ های علیت سرنون کشتن، جنگ های قجره و به اصطلاح تاریخ میگیم افغانه و افغان ها و ازبک ها که بر سر مذهب و ملای لنگ، کی میتونه از این سرزمین این تفکر بیرون بکنه؟ این توسط اصل البنا و نمیفهمون سید آباد درسته که بیباره زمینده شده در این حوزه، اما منبعث از جامعه بوده که حنفیت در زمان سلاجقه ساقط شده. شما از زمان سلاجقه بگه به این طرف اصلا مساجد شما حنیفی نیست، تفکر حنیفی دیگه وجود نداره و همه ثابت شده به ظاهر حنیفی هستیم. دیگه کلام ماتوریدی بحثش وجود نداره. یکی از جنجال های عمید الملک در واقع این بحث اشاعره بود. یعنی توسط مخالفتی که با اشاعره داشت از دل خارج شد. به این بحث ختم میکنم که نباید در واقع مباحث منبعث از جامعه ما فراموش کنیم و چند بندازیم در دوردستها و به اصطلاح کوشش کنیم بگیم اینا خارجی از خارج آمده و فرافکی میزوشه. تشکر. بسیار تشکر. ما مجبور هستم که پس بر بگردم با دو 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 اکر بر شما. بحث باید جدی شد، بحث واقعی شد. با این وقت های مندون نمیشه بحث کردن.
من صحبت کنم وزیر سنگ شما نکنم ایشان ببینید من بسیار در یک وقت بسیار محدود صحبت های خود عرض کردم من هیچ وقت نگفتم که سلفیگری لزوما طرفدار جمهوری نیست این من قبول ندارم وهابیت که پایه اساسی سلفیگری هست در عصر جدید او مخالف با جمهوری است او طرفدار ثبات هست ثبات و نظم را اولویت میده به هر چیزی دیگر لذا میبینید که حکام سعودی بیشترین طرفدار حکومت های مستقر هست همین الان جنبش دموکراسی خواهی در سودان را کی سرکوب میکنه بنابراین سلفی هم وای دارد ما سلفی جهادی داریم سلفی تکفیری داریم درسته که ما باید از هم دیگر تفکیک شود انواع سلفی باید تفکیک شود ولی ریشه های کلامی و الهیاتی سلفی تکفیری و سلفی جهادی سلفی وهابی است ریشه های الهیاتیش یعنی از اون الهیات استفاده میکنن یعنی در واقع از این الهیات استفاده میکنن که اساسا مذهب و تصوف بدعت است ما باید به اصطلاح خود اسلام و حدیث را مبنای اساسی اسلام قرار بدیم حق اسلام را در انحصار مذاهب قبول نداره مذاهب را نمیپذیره نفی مذاهب اساسی شخصی شدن اجتهاد در دوره جدید بوده و این شخصی شدن اجتهاد پیامدش این بوده که سلفی جهادی و سلفی تکفیری به وجود بیاره یک نکته دومی که فرمودن مفر ما اتصال روی کردم جامعه شناسانه است روی کردی که مده این بحث داشتم جامعه شناسانه است ما باید تدیده اجتماعی همامی جمع در افغانستان روبرو هستیم که جمع توسط طالبان رهبری میشه جبهه اصلی جمع در افغانستان طالبان است این رو باید به عنوان واقعیت اجتماعی بپذیریم طالبان عقبه اجتماعیش حنفی است طالبان سلفی نیست طالبان وهابی نیست عقبه فرهنگی و اجتماعی طالبان حنفی است بنابراین ما با طالبان باید با زبان احناف نه با زبان سلفی و زبان سید خود اساسا طالبان مخالف سرسخت سید خود این باید به شما بگم طالبان اخوانیسم را قبول نداره مخالف سرسخت اخوانیسم است اونها را به فقه های بدعت آمیز میدانند بنابراین با طالبان باید به زبان احناف سخن گفت احناف زبان عام مردم افغانستان است این روی کرد جامعه شناسان است و به خاطر به خواهرم دخترم خانم بختیاری من میراز میکنم که این مسئله مذهب را ایجاد نمیکنه ما روی کرد جامعه شناسانه داریم باید یک مسئله عمومی به اجتماع افغانستان در چارچوب فرهنگ افغانستان حل کنیم با نگاه با روی کرد کار کرد در آینه چطور ما میتونیم معادله حل بکنیم نکته بعدی هست خب تا وقتی که ما آیا این باعث از این نمیشه که ما تقویت بکنیم گفتمان دینی را گفتمان دینی سنتی خودش هم مشکل ساز هست اساسا سنت سیاسی که در اسلام بعد از خلفای چهارگانه تا به امروز وجود داشته هیچ وقت قدرت سیاسی دست رهبران مذهبی نبوده هیچ وقت دست رهبران مذهبی نبوده قدرت مذهبی رو رهبران مذهبی مدیریت کرده در جامعه رهبران مذهبی آمده قدرت سیاسی رو به رسمیت شناخته در چارچوب قدرت مذهبی مستقر تبلیغ دینی کرده فتوا داده اینا در حقیقت مشکل اساسی که در 50 سال اخیر اتفاق افتاد این بود که قدرت سیاسی مستقر فرو باشید مرجعیت خود رو به عنوان دولت مدرن از دست داد قدرت مذهبی به قدرت فائق تبدیل شد مثلا در زمان ظاهرشاه من مثلا شنیدم در زمان ظاهرشاه در سال 1347 یک مبارزه سرتاسری از علمای افغانستان علیه خشم حجاب در این مسجد گل خشتی کابل صورت گرفت علما از اطراف افغانستان در مسجد گل خشتی کابل آمدن بعدش مسئول از اروزگان هستم از همسایگی ما در چوپان نام داره ملاها از در چوپان آمدن قاچاق افسر اینا قاچاق افسر شده چرا قاچاق افسر شده به خاطر اینکه که این ایجاد به خشم حجاب ایجاد داده از اونجا آمده بود کابل خب مولوی ها منتها چرا اونا نتونست نفوذ کنه به خاطر از اینکه قدرتی تفنگ نداشت قدرت اقتصادی نداشت تابع قدرت مستقر بود بعد از یک هفته تظاهرات باشا همه اونا سوار اتوبوس کرد فرستادن به ولایت شد قلاش رفت در واقع تغییر اجتماعی شکل گرفت تغییر اجتماعی اینه که مذهب یا قدرت برتر تبدیل شده در جامعه افغانستان صاحب پول شده صاحب امکانات شده صاحب تفنگ شده صاحب اقتدار شده این جهاد در افغانستان در واقع به وجود آورد این محصول جهاد افغانستان هست که دگرگونی اجتماعی را در افغانستان ایجاد کرد قدرت را به شکل اساسی دگرگون کرد این عامل مستقیم و مباشری جنگ در افغانستان هست بنابراین من که یک بار عرض میکنم به این خاطر است دولت مدرن را ما باید بر اساس مشروعیت جدایی از جنگ همین جنگی که الان جریان داره دولت مدرن را تقویت بکنیم اساسا اساسات مذهب حنفی توجیه شرعی برای دولت مدرن فراهم میکنه قانون اساسی افغانستان که من خودم عضو
تدوین کنندگان قانون اساسی افغانستان هستن، میفهمن منطق قانون اساسی چیست. قانون اساسی افغانستان کاملا در چارچوب مذهب حنفی قابل توجیه شرعی است. چرا گفته پادشاه باید مسلمان باشه؟ علتش این است که پادشاه کافر از مشروعیت مذهبی در چارچوب مذهب حنفی برخوردار نمیشه. چرا گفته هیچ قانونی نباید مغایر با اسلام باشه؟ این تأمین مشروعیت حد اقلی مذهبی و دینی در چارچوب مذهب حنفی است. اینا به لحاظ اجتماعی با قدرت و دولت مدرن مشروعیت می‌باشه. وقتی که دولت مدرن مشروعیت مذهبی پیدا کرد، حالا ممکنی فاسد باشه، اهل فسق باشه، اهل فجور باشه، اما مشروعیت مذهبیش از بین نمیره. یعنی عزم اینا هست. ما باید برگردیم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم برای اعاده دولت مدرن، که دولت مدرن در دوره فعلی ما و شما دولت دموکرات هست، میتونه حتی لیبرال باشه. این دولت مدرن لیبرال و دموکرات هست، میتونه نهادهای دینی را به اون شکل کنترل کنه. تا ما یک دولت مدرن لیبرال و دموکرات نداشته باشیم، نهادهای دینی رو کنترل نمیتونن و شکل دلخواه ما جامعه سازی نمیتونن، نهادهای دینی را لیبرال نمیتونن. همه اینا متوقف و مبتنی است که ما قدرت مذهب را از جامعه افغانستان که الان صاحب توفن شده، صاحب مواد مخدر شده، صاحب مافیا شده، انواع و اقسام امکانات پیدا کرده، تا اینا را از قدرت نیندازیم نمیتوانیم دولت مدرن به وجود بیاریم که دین را حوزه اجتماعی را مطابق دلخواه ما مدیریت. این عرض ما بود. خب و همین را اساسا جواب جناب استاد که فرمودن که جنگ افغانستان روپوشه، بله من قبول دارم اساسا جنگ برای کسب قدرت هست، جنگ برای کسب قدرت. به قول میشل فوکو اساسا اراده معطوف به قدرت هست که همه جا عامل اساسی است، منتها این اراده معطوف به قدرت از ابزار فکری از قدرت نرم استفاده میکنه. قدرت نرم در افغانستان مذهب هست. تا ما این قدرت نرم را که مذهب باشه از کار نیندازی، غیر فعال نکنیم، جنگ را کنترل نمیکنیم. این ادعای من است. نه 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 عرض کردم ما چون خودم ملا هستم کلا نمیترسم، خاطر زبان ملا رو بلد نیم. من ملا رو دست بدم، دست قانون اساسی دادم دست شد. یعنی من مولوی ها از کل افغانستان آمده بودن سازر افغانستان و من بودتون درس قانون اساسی به این آمده حقوقی بشر. ما خدا شاید میترسیدم که چطور با ملا ها کنار بیم. راحت صحبت کردم از خلیفه دوم شروع کردم. یک هر گفتم که اساساً از نگاه خلیفه دوم حکومت امر عرفی است، امر دینی نیست. از اینجا شروع کردم. گفتم چطور این خلیفه دوم نیست؟ اینی دلالت میکنه که حکومت از نگاه اهل سنت و جماعت اساساً امر عرفی است، امر سیاسی است، امر دینی نیست. توجه کردین این مذهب اهل سنت و جماعت برای ما بازخوانی بکنیم. بنابراین من از موضوع شیعگی هیچ وقت گپ نزدم، هیچ وقت گپ نمیزنم. برای اینکه مهم نیست. و شیعه هم رو سیاسی شد. چرا شیعه سیاسی شد؟ شیعه در نتیجه در دوره جدید سیاسی شد. شیعه در نتیجه انقلاب اسلامی ایران سیاسی شد. تبدیل شد به ایدئولوژی. کسی که مذهب شیعه رو به ایدئولوژی تمام‌عیار تبدیل کرد، مرحوم دکتر علی شریعتی است. هیچ روحانی دیگه نیست. مرحوم دکتر علی شریعتی گفت شیعه یک حزب تمام. شیعه نظام امت و امامت رهبری انقلابی. توجه کردید؟ بنابراین شیعه سیاسی شد، منتها شیعه از نوع چپ سیاسی شد. سیاسی شده میشه از نمی چپ هست، چپ اسلامی است، راست اسلامی نیست. نگاه شیعه هیچ وقت نگفت ما با یهود مثلا می جنگیم، هیچ وقت نگفت با مثلا با چی می جنگیم، چی میگن صلیبی ها، یه ادبیات هیچ وقت به کار نبود. شیعه گفت ما با استکبار جهانی می جنگیم. استکبار همون ترجمه امپریالیسم جهانی است. مثلا پاکستان و عضو حزب ایرلند شهید تلقی شد در تهران، برایش به اصطلاح یک خیابان نامگذاری شد. پاکستان غیر مسلمان نه. چرا؟ چون چپ انقلابی است، چپ اسلامی است، راست اسلامی نیست. شیعه فعلا سیاسی شده. با صفویه و طالقانی کار ما داریم، با رقابت های تاریخی که صورت گرفتن و اونا اصلا نمیپردازیم اونا چی بوده و چی کردن. فعلا به این عوامل که فعلا در جامعه اسلامی دخیل هست، فعال هست، سرنوشت ما را رقم میزنن، بیشتر به اینا میپردازیم. به قول حکما با عوامل مباشر میپردازیم. یک از استفاده مکی به برنامه جناب مولادان واریدن این بسیار بسار انتزاعی میبرن. فرهنگ رو نمیدانم، خراسان و عراق اینا چطور امنیت ایجاد میکنن؟ اونا امنیت ایجاد نمیکنن، برای شما صراحت میکنن هیچ چیز از اونا امنیت به وجود نمیاره، نه هرات امنیت به وجود میاره، نه خراسان، نه تصوف، هیچ چیز از اونا امنیت نمیاره. امنیت این چیزایی میاره که الان ما به شکل انزمامی با اونا مواجه هستیم، بحث بکنیم جای حل رو بسیار تشکر. تکنم اندازه بس باشه. مهمان ها رو پیش نمیگه کم کم بزنید. آه ایده ممنون.
خب تشکر از جناب سیدی سر. درست پشت پرده جنگ هر چی میتواند باشد، اما کسی که از خریهای هلمند و روزگان و هرات و فراه و کندوز به طالب میپیونده تفکر از اون مهمه که چرا اونا میپیوندن. بس اینه که شما به عنوان مثال داعش رو دارید، 12,000 نیروی داعش که در عراق و سوریه میجنگید از اروپا آمد. تفکر در اروپایشی در بین مردم هست. بحث ما هم در اصلاح‌گرایی دینی همینه که چطور ما تفکر جنگ رو از مثلا مردم برداریم. به اون خاطر مذهب اهمیت پیدا میکنه. لیبرالیسم سازی ناموفق بود در افغانستان و کابل. خیلی موافق نیستم، یک کمی موافق. بلاس کمی موافق که لیبرالیسم سازی باز دوباره به سرای کرزی قسمت هستم هستم میشه مراجعه کنیم. از طریق نادهای خارجی تبدیل شد، نه در داخل. ما اگر لیبرالیسم، حالا بیایم کمی واژه بهتر کنیم، افغانی رو تبدیل کنیم با عرف افغانی و نوع نگرش دینی که ما داریم، مثل حنفیتی که با لیبرالیسم نزدیکه، این ابعاد ما در درون لیبرالیسم تربیت کنیم، باز تعریف کنیم لیبرالیسم در افغانستان، نتیجه متفاوتی میده. طالب 18 سال قبل تا حال طالب خیلی فرق میکنه. مولا برادر همون مولا برادر، ولی حالا میگه من زن رو هم میپذیرم، کار بکنه، فلان بکنه، فلان بکنه. این میمانه است که سر زود تاثیر گذاشت. پس به اون اساس من فکر میکنم ما در موج دوم دموکراسی وارد میشیم. در اروپا وقت موج چهارم دموکراسی، ولی باز هم 12,000 نفر از اروپا میرن و زود داعش میشن. این بیمانه است که نوع لیبرالیسم ما نمیتونیم کپی کنیم چیزی که تابان صورت داره. مدلی که من لیبرالیسم میگم، لیبرالیسم میتونه افغانی نام بگیریم که ترکیبی از مؤلفه‌های اساسی لیبرالیسم با سمخیت از او با مؤلفه‌های عرفی جامعه افغانی آرازش پشتی کنیم از هر چیزی میه و همچنین نگاه دینی حاکم از مجرای حنفیت سنتی. استاد یک شوخی کنم، مارکسیزم افغانی ما را یک رقم خراب ساخت، اسلامی اسلامی یا لیبرالیسم افغانی از این خواهد چی رقم بود. شما میره بودم بینید فقط ضرورت نداره که اتمن ما چیز بگیم، ولی فقط من تایید میکنم این که این روشی که در بحث هست، چون بحث ها اکنامیک هست و زمانی که داده میشه برای سخنرانان بیش از اندازه کمر به اندازه یک آدمی که زار نظر خیلی جزئی میتونه در اون وقتی محدود بکنه. برای هر سخنرانی حداقل بین 30 تا 40 دقیقه باید 45 دقیقه باید وقت داده شود. در اون صورت هست که یک نفر میتونه موضوع خودش رو بشکافه و خود توضیح بده. من خود این شخصا که بحث مفتن ناقص من با اصل توضیح فرنگی دو که باید مطرح میکردیم، چون زمان است باز بر میگردم آقای مرادیان که تقصیر از ایشان است و اسپانتاس یک شایی است. سخن طولانی گفتن در افغانستان بخش از فرهنگ ما است و یک هنر میکنم فرزانگان مثل شما همی است که باید با مو تایمی که پس پیش مد نظر گرفته میشن باید با مو صحبت جنبندی شد و فکر کنم همی کلانترین چارچوب اکادمیک جهان هم همی باشه که شما باید در اون وقتی که براتان داده میشه صحبت کنید. گاه رئیس به جمهور میگن که گفته بودن که چند دقیقه صحبت کن، گفته بود 7 دقیقه بسیار کم است برای من.
نگاه در حالی که رهبرای جهانی سه تا وقت داشتن در نشست ناتو اشتراک کرده بودند. من سه تا سه بحث به عنوان نتیجه گیری امروز میگم. اول سپاسمند هستم از کلگی و من معذرت میخوام دکتر صاحب. از شما در اینجا مخسر اصلی دکتر صاحب مرادیان هم نیست، میتراست از ایوبانو سه بار برای من گفته. درست من فقط به خاطر از این که برای دکتر صاحب که جنبندی کننده اصلی هستن وقت پیدا بکنن وقت داده شود. یک مورد را که متوجه شدم این تعبیری است که از جنگ کنونی در افغانستان است. یک تعداد از اشتراک کننده های ما جنگ کنونی را در بستر گروه طالبان به عنوان یک سازمان می دیدن که طبیعتاً در اوج باز نقش عقبه پشت از او بسار اهمیت داره که میشه از گروه های از استخبارات منطقه. اما اگر تفکر طالبی را در افراد ببینیم میگی چی را تر سربازا می آید، بحث کلان بود که مهمان های ما امروز بر از او پرداختن. و نقطه آخر را می که من توقع داشتم برش بحث شود که اگر ما یک بخش درسی که خواندیم مربوط میشه و به سه رهبر طالبا، سه رهبر طالبا را اگر ما ببینیم جالب است که هیچ کدام از این آدم های تیوریک اسلامی نیستن یا دانشمند های اسلامی نیستن. ملا عمر یک ملای قریه مچون در رتبه های دینی و فقهی هم اگر ببینیم یک ملایی است که چهار دانه کتاب بیشتر نخوانده بوده. با او نه او را کسی مولایی میگه نه در ملا، ملا برش میگه. ملا منصور اصلا ملا نبوده، او چکر میزده که دیگه ملا صاحبا و اون دلیل نامش ملا مانده شده بوده. و این بزرگوار فعلی ملا حبت الله یک آدمی است که فقهی است بیشتر با عبت الله هست و با مسائل فقه رابطه داره و او هم قضاوت منطقی. بسیار سپاسمند هستم از حوصله‌مندی شما. تشکر که دکتر صاحب مرادیان هر چقدر اینجا نکات شد.